آقا این کانال منه، این کانال منه، این یکی هم کانال منه. بازدیدار دقت بکنید، به نظرتون هر کدوم از این 3 تا ویدیویی که الان بهتون نشون دادم چقدر درآمد داشته؟ ببینید توی این ویدیو قراره بهتون الگوریتم یوتیوب رو یاد بدم. الگوریتم یوتیوب نه به اون صورتی که دارن خیلی یا بهتون آموزش میدن میگن باید این کار رو بکنین، از سیستم WC و CIP و CPU و ICU استفاده کنین. نه اصلا همچین چیزایی قرار نیست بهتون بگم. قراره به زبون ساده بهتون بگم چطوری میتونین بازدیدهای زیادی داشته باشید، مثل همین بازدیدهایی که من چند لحظه پیش بهتون نشون دادم. خیلی خب، بریم سراغ کار با الگوریتم یوتیوب. فقط لایک و سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه. خیلی خب دوستان، این 3 تا آماری که اول ویدیو بهتون نشون دادم، دو تاش واسه من نیست. اول ویدیو دروغ گفتم، بهتون میگم چرا دروغ گفتم، یکیش هم واسه منه. من بهتون قبلا توضیح دادم که هیچ وقت نمیام کانالای انگلیسیمو توی این ویدیوها معرفی کنم. دلیلش چیه؟ ببینید خیلی دوست دارم این کارو بکنم، اما ولی فقط شماها نیستین که ویدیوهای منو میبینین. اوکی، افراد آشنایی هستن که من نمیخوام میزان درآمد منو بدونن، من نمیخوام بدونن کانالای من کدومه. پس این دلیل اولم بود، وگرنه نه دلیل مثلا پکیج فروشی و این صحبت ها دارم نه چیزی. نه آقا، نمیخوام مثلا اون کانالامو و میزان درآمدمو آشناهام بدونن. دلیل دومم هم وسط ویدیو متوجه میشین. خیلی خب، بریم سراغ آموزشمون. ببینید من همین اول میام دوتا ویدیو باز شما باز میکنم. این دوتا ویدیو رو دقت بکنید، یکیش ویدیو مستر بیسته، یکیش ویدیو جک سپتیکایه. یه دسته این ویدیو رو دقت بکنید. خب خیلی خب، سلام علیکی جک سپتیکایو دیدین. بریم سراغ ویدیو بعدی، ویدیو مستر بیست. اول ویدیو رو دقت کنید، پلی بکنم. I just bought this train and it is currently barreling full speed towards that giant pit over there. We're also crashing countless cars, blowing up thousands of... ببینید این ویدیو مستر بیست بود، این ویدیو جکسپتیکای بود. نقطه قوت اینا چیه؟ دقت بکنید، شما اگه بهترین کانال یوتیوبی هم داشته باشین، اگه محبوب ترین آدم روی زمینم باشین، شما اول ویدیوهاتون بازدیداتون میریزه. ببینید 3 تا چیز از نظر یوتیوب خیلی مهمه. 1. تامنیل ویدیو، تایتل ویدیو باعث میشه مردم ویدیوهای شما رو ببینن و روی ویدیوها کلیک بکنن. این چیزیه که مستقیم به خودتون مربوط میشه، یعنی سیستم ریکامندیشن یوتیوب هیچ دسترسی و تأثیری روی اینا نداره. اینا چیزاییه که خودتون مینویسین و همم اومدن آموزش این دوتا رو دادن، آموزش تامنیل و تایتل، و همه بهتون گفتن چطوری بنویسین چطوری ننویسین دیگه. منم پیشنهاد کردم اگه بلد نیستین تامنیل درست بکنین، تامنیلای بقیه رو بردارین استفاده کنین. به نظر من ایده خودم از همه بهتر بود، حتی من خودم هم همین الان همین کارو میکنم دیگه، تامنیلای بقیه رو برمیدارم استفاده میکنم. این از این مورد. ولی یه موضوع دیگه ای هم توی الگوریتم یوتیوب خیلی تاثیر داره، اونم 30 ثانیه اول ویدیوتونه. دقت بکنید، من همین ویدیویی که باز کردم، توی این ویدیو چه اتفاقی میفته؟ ببینید توی این ویدیو مستر بیست میاد یه گودال بزرگ میکنه، قطعه رو میندازه توش، نمیدونم چند تا اتوبوس رو تصادف میده، چند تا ماشین رو تصادف میده. خلاصه ببینید کارایی میکنه، اگه توی راهسازی کشورمون بخوان انجام بدن 5 سال طول میکشه تا به نتیجه برسه، ولی این در عرض 1 هفته، در عرض 2 هفته ببینید همچین ویدیوهایی میسازه. خب پول داره میسازه دیگه. ولی یه نکته رو دقت بکنید، ما تا ثانیه 10 رسیدیم الان. ببینید ما تا ثانیه 10 رسیدیم، ولی بازدیدای مستر بیست، دقت بکنید، بازدیدای مستر بیست بیشتر از 60% ریخته. ببینید تا همین ثانیه 10 بیشتر از 60% ریخته. این 30 ثانیه اول ویدیو خیلی مهمه. فقط اینو خواستم بهتون نشون بدم، اگه دیدین اول ویدیو هم از ویدیو شما میان بیرون، فکر نکنین فقط شما، این قوی ترین یوتیوبر جهانم این مشکل رو داره. شما نمیتونین طبق سلیقه همه ویدیو بسازین، این یه نکته. ولی خلاصه این 30 ثانیه اول ویدیو واسه ریکامندیشن
و واسه ساجست شدن ویدیو شما خیلی مهمه و دقیقا کاریه که یوتیوبرهای بزرگ انجام میدن. ببینید الان مستر بیست اومد کل اتفاقات هیجان انگیزی که توی ویدیوش قراره بیفته رو توی 10 ثانیه یه پیشنمایشی به ما نشون داد. همون اول ویدیو دقت بکنید، کل اتفاقایی که توی ویدیو قراره بیفته توی همون 10-20 ثانیه اول ما داریم میبینیم. پس این از کانال مستر بیست. حالا ببینیم جکسپتیکای چی کار میکنه. ببینید جکسپتیکای هم همون کار رو میکنه، همون اول میاد. ببینید کلن تخصصش بازی های ترسناکه دیگه، یه لوگو از بازی میذاره، بعد میاد موقعی که تو بازی هیجان انگیز شده رو نشون میده. حالا دقت بکنید جکسپتیکای تا دقیقه یک ویدیو، اینجا رو دقت بکنید، تا دقیقه یک ویدیو خیلی تعداد بیشتری از مخاطباشو نگه داشته توی ویدیو. یعنی این کاری که جکسپتیکای میکنه اول از همه به خاطر محبوبیتشه. ببینید من خودم اصلا میشینم همیشه ویدیوهاشو نگاه میکنم، اگه این شخص بیاد توی ویدیو ار بکنه من بازم میشینم ویدیوهاشو نگاه میکنم، چون یوتیوبر محبوبیه. فقط خواستم اینو بهتون بگم. ببینید جکسپتیکای هر ویدیوش 1,000,000 بازدید، 2,000,000 بازدید میخوره. وقتی شما هر شب فقط ویدیو گیم بذارین، ببینید هر شب ویدیو میذاره، فقط هم ویدیو گیم میذاره، و بتونین همچین بازدید بالایی داشته باشین، یعنی کارتون عالیه. چرا کارتون عالیه؟ چون بالاخره آدم یه شب گیم نگاه میکنه، دو شب نگاه میکنه، 6 ماه نگاه میکنه، دیگه نمیاد مثلا چند سال پشت سرم هر شب ویدیوهای اینو نگاه بکنه که. پس ببینید این کارش درسته. اینم دقیقا از همون تکنیک استفاده کرده، اومده بهترین قسمت‌های ویدیو رو اول ویدیو قرار داده که بیننده توی ویدیو بمونه. این مورد با گلاب گذاشتن فرق میکنه. گلاب گذاشتن کاریه که جکسپتیکای کرد. ببینید خیلی از چیزا رو نشون داد، ولی پرت شدن قطار رو توی گودال نشون نداد. ببینید اتوبوس‌ها رو هم نشون نداد. اینجا انفجار رو تصادفار نشون میده، ولی اون اتفاقای مهم و اون دوتا اتفاق مهمی که اول قرار بود اتفاق بیفته رو نشون نمیده، و این یه گلابی میشه واسه اینکه طرف توی ویدیو بمونه. دقت بکنید ما اینجا یه ریزش مخاطبی داشتیم، اینجا یه جامپی زده، ببینید اینجا یه اتفاق افتاده، جامپ زده، دوباره اومدیم جلوتر، ببینید اینجا جامپ زده، و در نهایت همه کسایی که اینجا از ویدیو رفته بودن اومدن آخر ویدیو رو نگاه کنن، ببینن آخر ویدیو چه اتفاقی افتاده. خیلی خب، ببینید پس بیننده ها اینجا از ویدیو فرار نکردن، اومدن ببینن آخر ویدیو چی میشه، و همین باعث میشه ویدیوهاش بازدید زیادی بگیره. حالا من بیام توی کانال خودم یکم توضیح بدم. ببینید با ذکر مثال، این یکی از ویدیوهای منه، همین چند روز پیش منتشر کردم، 2300 تا بازدید خورده. درآمد این کانال میگم که زیاد نیستش، واسه همینه دارم نشون میدم. اگه بیام پایین تر، ببینید این ویدیو از صفحه اصلی یوتیوب 1400 تا بازدید گرفته. ببینید کلن 300-350 نفر از سابسکرایبرای من ویدیو ما دیدن، بقیهش رو خود یوتیوب پیشنهاد داده. اگه بیایم پایین تر، اینجا یه آماری میبینیم، دقت بکنید 64% از بیننده هام هنوز تو نقطه سی در حال تماشای ویدیو بودن. خب 64% هنوز در حال تماشای ویدیو بودن. بریم یه ویدیو دیگر رو حالا بهتون نشون بدم. اینو آمارشو نشون دادم. ببینید این ویدیو، قسمت آخر انیمیشن مانگاس رو نشون بدم. ببینید فقط 763 تا بازدید داشت. اگه بیایم پایین تر تو صفحه اصلی یوتیوب فقط 264 تا نمایش داشته. یعنی افتضاحه، نسبت به بقیه ویدیوهام افتضاحه. چرا؟ چون اولا تامنیل خوبی نداشت. ببینید تامنیلش افتضاح بود، تیترام که همش یه شکله، ولی اولا تامنیل افتضاحی داشت، دوما اینکه ببینید من نتونستم توی این ویدیو افراد رو نگه دارم. کلن 50% از بیننده هام که حالا آمارش میاد پایین تر، ببینید 48% از بیننده هام تا ثانیه 30 ویدیو موندن و بقیه همشون ویدیو رو ترک کردن. ببینید همین باعث شده که من بازدید خوبی نگیرم از این ویدیو. حالا میگیم شاید دفعه قبلی شانسی بوده که یوتیوب ویدیو منو پیشنهاد داده. پس بذارین یه ویدیو دیگر رو بهتون نشون بدم. بذارین من بیام کدومو نشون بدم. بیام این یکی ویدیو رو بهتون نشون بدم.
ببینید این ویدیو 2700 تا بازدید خورده. اگه بیام پایین تر ببینید این یکی هم 1900 بازدید فقط از طریق پیشنهادهای یوتیوب واسم آورده. اگه بیایم پایین تر بازم 59% از بیننده ها توی ثانیه 30 از ویدیو خارج نشدن و این آمار نسبت به تمام ویدیوهای کانالم خب آمار بالاتری دیگه، از همشون که نه ولی توی سطح بالاتری قرار میگیره و به همین خاطر یوتیوب اومده ویدیو منو به افراد بیشتری پیشنهاد داده. خیلی خب، پس بیام همین جا راجع به الگوریتم یوتیوب یه جمله خلاصه بگم. واسه اینکه الگوریتم یوتیوب به شما توجه کنه شما باید سه تا نکته رو دقت بکنید. یک، تامنیل خوبی داشته باشین. دو، تیتر خوبی داشته باشین. این دوتا مربوط به خودتونه. نمیتونین مثلا بیاین بشینین بگین وای چرا یوتیوب تامنیلای منو خوب نمیکنه. تامنیل خوب خودتون باید بسازین، تیتر خوب خودتون باید بسازین. و مورد سوم، باید کاری کنید که بیننده تا ثانیه 30 توی ویدیو شما بمونه. چرا؟ به همین دلیل طبق آمار 50% از کسایی که تا ثانیه 30 میمونن تا 70% ویدیو شما رو تماشا میکنن. این آماریه که یوتیوبرهای بزرگ دادن، من ندادم. 50% از کسایی که تا ثانیه 30 ویدیو شما رو نگاه میکنن تا 70% بقیه ویدیو شما رو هم نگاه میکنن. خیلی خب، پس من کاری ندارم. میخواین بهترین نقطه ویدیوتون رو بذارین اول ویدیو، میخواین اول ویدیو گریه کنین، میخواین به بیننده التماس بکنین، میخواین هر کاری بکنین. من یه بار به یکی گفتم، من گفتم اگه ایران نبودم اول ویدیو شلوارم هم در می آوردم، مهم نیستش واسم، مهم اینه که بیننده توی ویدیو بمونه. پس اگه کاری کنین که بیننده توی ویدیو بمونه شما بردین. و دلیل دومی که اول ویدیو بهتون نگفتم، دلیل دوم این بود، من اول ویدیو اومدم یه سری آمار بهتون نشون دادم که حتی آمار خودم هم نبود، آمار یه سری از دوستان بود، گفتم که یکیش آمار من بود. شما با دیدن اون آمار تا ثانیه 30 ویدیو من منتظر موندین که ببینین اون آمار چیه، درآمد من چقدره. من هیچ کدوم از اینا رو بهتون نگفتم ولی شما تا ثانیه 30 ویدیو من موندین. این دقیقا کاریه که شما باید بکنین، بیننده رو مجاب کنین که ویدیوتون رو ببینه. خیلی خب دوستان، اینم از آموزش الگوریتم. خواستم خیلی ساده توضیح بدم، نمیخواستم از نمیدونم تکنیک های WC و IC و CPU صحبت بکنم، خواستم خیلی به زبون خودمونی توضیح بدم. ممنون که تا اینجا با ما بودین، دیگه صحبتی باقی نمونده. روزتون خوش، خدا نگهدار.